در پی حوادث اصفبار اخیر در عراق بنیاد جهانی آیت الله از بیانیه‌ای بیانیهی صادر کرد. در این بیانیه با اشاره به حق شهروندان برای تظاهرات مسالمت آمیز و آزادی بیان که در قانون اساسی عراق به آن تصریح شده آمده است، تظاهراتی که امروز در برخی از شهرهای عراق رخ میدهد حرکتی مردمی برای اعلام خواسته خود و حقی است که شهروندان برای ابراز رنج خود از آن استفاده می کنند. این بنیاد در بیانیه خود شکست سیاستمداران در اثر فساد اداری و مالی را سرمنشأ رنجها و محرومیت های ملت عراق دانسته است این بیانیه میافزاید سیاستمداران عراق با وجود چنین شرایطی به خود سرگرمند و ملت را با مشکل فقدان آب آشامیدنی و برق اوضاع وخیم بهداشتی درمانی و آموزش و پرورش و نبودن فرصتهای شغلی و مشکلات دیگر رها کردند در ادامه این بیانیه آمده است بنیاد جهانی آیت الله شیرازی از خواسته های مبتنی بر قانون اساسی که تظاهر کنندگان اعلام می کنند حمایت می کند. این بنیاد از تظاهر نگان خواسته به هیچ وجه متعرض دارایی های عمومی و خصوصی نشوند و با نیروهای امنیتی که برای حفظ و سیانت از امنیت عمومی و ملی تلاش می کنند درگیر نشوند. این بنیاد همچنین از نیروهای امنیتی خواسته از بکارگیری خشونت ضد تظاهرات مسلمت مردم خودداری کنند. این بنیاد یادآور شده که معترضان و تظاهرکنندگان برادران و فرزندان خودشان هستند و از کاستی نیازهای روزمره زندگی به شدت رنج میبرند و به این وضعیت معترض هستند بنیاد آیت الله رازی شیرازی همچنین از دولت راه خواسته با تن دادن به خواسته های مشروع تظاهر کنندگان اعتماد مجدد ملت را جلب کند تا زمانی که دولت جدید با اختیارات کامل تشکیل شود و در راه تحقق بخشیدن به خواسته های ملت بکوشد این بنیاد درباره خطر سوء استفاده نفوذی ها هشدار داد امانهایی که در کمینند تا با دیدن اختلال در امنیت با ابراز خشونت و ترور آرامش عراق را برهم بزنند و ملت را بیازارند بنیاد جهانی آیت الله با اشاره به اینکه عراق به تازگی از چرخه خشونت و جنگ با تروریسم راهایی یافته اقدام فوری و سریع دولت را برای رسیدگی به مشکلات مردم خواستار شد و طرفین را به پرهیز از خشونت دعوت کرد